سلام و وقتتان بخیر و برنامه ورزش از آریانا نیوز خوش آمدید. امروز در خصوص دعوت شدن نجیم حیدری بازیکن تیم ملی فوتبال کشور به باشگاه بزرگسالان دنبوش بیشتر صحبت میکنیم با خودی بازیکن که همین اکنون از هالند با ما وصل هستند. نجیم حیدری سلام بر خودت و خیلی خوش آمدی به برنامه. سلام با شما، سلام با بینندگان عزیز. سلام. سپاس نجیم جان. به دلیلی که مردم بیشتر با خودت آشنا شوند در مورد خود بگو، فوتبال از کجا آغاز کردی و پس از این با صحبت میکنیم در اینکه درباره ای که حالا دعوت شدی به تیم بزرگسالان دنبوش هالند. بله، من نجیم حیدری هستم. در هالند تولد شدم، 20 سال هستم. فوتبال ما شروع کردم از سن سال 4 سالگی در یک تیم هالند در آمستردام. باز از اونجا 6 ساله بودم آمدیم روتردام. از 6 سالگی خود تا 18 سالگی خود در اکساس شو روتردام بودم. بعد از اون در لیگ سوم رفتم، در بزرگ سالا در لیگ سوم. باز یک کوچ وقتم مرا در دنبوش گفت که بیا که ما تمرین کن. اورم در لیگ سوم بود، آل در یونگ بود، در پایین 23 بود. آل امسال کوچ تیم اول دنبوش مرا گفت که بیا که تیم اول بیا که ما بسال در تیم ما بیا. تا به حال در اسکوات تیم دنبوش نام خود دیده نمیشه، یعنی خودت نگاه کردن برای فصل بعد، اما چند روز میشه که در تمرینات تیم بزرگسالان این باشگاه اضافه شدی؟ در پیش از کرونا در بیاید در مارچ 1-3-4 دفعه تمرین کردیم. بعد از اون تمرین های ما خلاص شد به خاطر که نمیشد دیگه. بعد از اون یک ماه پیش به 3 هفته که تیم اول تمرین کردیم، حالا رخصت هستیم، بر 4 هفته رخصت هستیم. اما یک هفته ماندگی خود باید میگرفتیم و 3 هفته دیگه باید وقت خود باید تمرین میکنیم. بر ما یک شدیول داده بود که او را باید تعقیب کنیم، نفس خود پخته داشته باشیم. حالا رخصت هستیم. بسیار خوب. در مورد تیمت بگو، تیم بزرگسالان دنبوش، پس از اینکه از 23 سال اومدی و تیم بزرگسالان، این تیم در کدام لیگ هالند قرار داره و وضعیت این تیم چگونه است فعلا؟ در تیم ما دنبوش تیم اولش در لیگ دوم هالند است. ما که در پایین 23 سال رفته بودم، اولین 6 هفته را که تیم اول تمرین کردم، بعد از او پس رفتم در تیم پایین 23 و سیزن که خلاص شد تیم اول 11 بود در رنکینگ لیگ دوم. یعنی که تیم خوب است دیگه. مربی تیم دنبوش چقدر به خودت اطمینان داره؟ حالا پس از اینکه دعوتت کرد به تیم بزرگسالان، چقدر فکر میکنی که سال آینده در این تیم جا پیدا کنی و بتونی در ترکیب اصلی تیم حضور پیدا کنی؟ او دیگه در دست خودم است که هرچقدر تمرینم خوب باشه، مسابقایم خوب باشه، مربی خودش میبینه که کی خوب است، همون را که در اولین 11 میمانه. او در دست خودم است دیگه. اما من خودم فکر میکنم که اگر همه تو پیش برم، در امسال اگر شروع شایم پس شروع کنیم، میتونم زیاد مسابقه را کنم که تو تیم اول دنبوش. تا بال آیا در کدام بازی دوستانام در ترکیب اصلی تیم قرار گرفتی یا خیر؟ بله، در شروع سیزن اولین 6 هفته که تمرین کرده بودم، که چون پری سیزن 3 مسابقه کردم که تیم اول، اما دوستانه بود. بسیار خوب نجیم جان،
در مورد سایر پیشنهادات بگو، آیا از خود دیگر تیما یعنی دعوت کردن دیگر لیگا مثلا حالا بیرون از کشور هالند باشن که خودت خواهان جذبت باشن که تا به تیمای خود اضافه کنن؟ تا بال پیشنهاد شده؟ نه هنوز پیشنهاد نشده بود که من هم خودم هم چی نبودم که یک تیم دیگر برام، بخاطر که میفهمیدم که زیاد مربی تیم اول کتم خوب بود، استاف تیم اول کتم خوب بود، مرا زیاد کانفیدنت می دادن که بیایم در تیم اول، زیاد کتم گپ هم می زدن در یک تیم دیگه. من خودم اول نمی خواستم برم، می خواهیم اول در می تیم اول دن باش خود سعی نشان بتم که دیگه هم بالاتر برم. بسیار عمالی. در مورد دعوت شدنت به تیم ملی فوتبال افغانستان بگو، فکر کنم یک سال قبل دعوت شدی به تیم ملی فوتبال افغانستان. آیا پیش از اینکه دعوت شدی به تیم ملی فوتبال افغانستان بازی های تیم ملی را تماشا میکردی و پس از اینکه دعوت شدی چه احساس داشتی که پیراهن تیم ملی را برای اولین بار پوشیدی؟ اولین بار که دعوت شده بودم امون روزم سالگریم هم بود، در 22 دسامبر سالگریم بود، یک توفه خاص داری بود برام. بسیار خوش شده بودم که مربی انوش دستگیر مرا دعوت کرده بود که بیایم که تیم ملی فوتبال کنم، یک افتخار است برام که بیایم در تیم ملی بازی کنم بر وطنم. و یک سال هم میشه که دعوت شدیم، وقت زود تیر شد خو امو چی در کلیم هست هنوز که اولین دفعه که مرا دعوت کرده بود، در سال گریم هم بود. من پیشتر پرسیدم آیا پیش از اینکه در تیم ملی حضور پیدا کنی چقدر آشنایی داشتی با فوتبال افغانستان و چقدر بازی های تیم ملی را تماشا میکردی؟ بازی های تیم ملی را ما در خانه زیاد میدیدیم، اگر مسابقه ها می بود مثلا در 2013 بود بخیالم که گت هند بازی میکردن، فیصل شایسته را زیاد میدیدم، زیاد طرف شتای میکردم، فرشاد نور و اوویز عزیزی، زیاد بازی کنه را که آمده بودم اولین دفعه میشناختم، اما بسیار خوشحال شده بودم که ببینمشان. حضور در تیم ملی چقدر برات خوشایند بود پس از اینکه دعوت شدی؟ گفتی در سالگرد بر پیشنهاد شد که بیایی باید در تیم ملی حضور پیدا کنی، پس از اینکه دعوت شدی و در اولین تمرین تیم ملی حضور پیدا کردی، استقبال بازیکنان، کادر فنی تیم از خودت چگونه بود؟ در تمرین های اول خوش گذشت برام و بازیکنانم کتم خوب بودن، اسلام امیری کتم زیاد دولین تریپم خوب بود، کتم یاد میداد هر چیز مرا و گپ کتم زیاد میزد که اینجا چه قسم است و چطور است. برام بسیار خوش بودم که بیایم افغانای خدا ببینم کتشان در میدان باشم. بسیار خوب. بیاد داری که خودت وقتی در دل مردم افغانستان جا پیدا کردی، زمانی که در مسابقات مقدماتی 23 سال آسیا در بازی با قطر و دو بازی دیگری که ما اگر اشتباه نکنم یکیش نیپال بود که حضور پیدا کردی و واقعا خط دفاع افغانستان خوب رهبری کردی، از آن زمان بگو استقبال مردم افغانستان، مسیجایی که در فیسبوک برای خودت میگذاشتن چقدر برات خوشایند بود و چقدر نقطه قوت برات شده بود تا برای افغانستان از جان دل پس از این بازی کنی؟ بسیار خوش برام بود، خوش بودم و پیران افغانستان که بپوشم یک انرژی دیگه میتا برام که با وطن خود فوتبال کنم. از هر نگاه دیگه، از فیسبوک هم هر مسیج که می آمد برام نو بود کلش، اما بسیار برام خوش بودم و برام انرژی دیگه می داد. می خواستم که بر افغانا یک چیز کنم، امی کارم کردم که دفاعی خوب بتانم کده برشان،
و تیم کمک کنم. و پایین 23 سال که رفته بودم زیادترشان از افغانستان خودش بود، از افغانستان بودن و رفیق زیاد پیدا کردم در اونجا که پایین 23 سال تا امروز هم که بازی کردن امرای بچه‌ای که از افغانستان حضور پیدا کرده بود پایین 23 سال چقدر برای خودت راحت بود با توجه که به این که بازیکنهای داخل افغانستان به دلیلی که لیگ سرتاسری ما نداریم کیفیت فوتبالشان مثل بازیکنان بزرگسال تیم ملی نیست و بدون شک فدراسیون فوتبال افغانستان و مردم افغانستان خواهشی دارن که ما آیستا آیستا بریم به سوی معیاری شدن لیگ فوتبال افغانستان؟ یعنی چقدر بچه‌های داخل افغانستان خودت حرفه‌ای پیدا کردی؟ بچه های خود افغانستان زیاد کوشش خود هم میکنه هر چیز که دارن دمو خود چی میکنه دم نشان میتن. اما قصایشان که شنیدم بسیار برام جگر خون نمیگم خود یا قسم احساس دیگه می داشتم بخاطر که و مثلا 3 یا 4 ماه تمرین میکنه دیگه کار میکنه چی میکنه قضیات چی نداره که فوتبال کنه، اما میخواین از امون خاطر میخواییم که برشان در آینده زیاد لیگ فوتبال افغانستان بلند بره و زیاد افغان هاست که میخواییم فوتبال کنه برشان. بسیار خوب، در تیم ملی بزرگسالان در قلب خط دفاعی افغانستان در کنار شریف محمد بازی میکنی، چقدر تجربه گرفتی از این بازیکن؟ بازیکنی که عملکرد خیلی خوبی داشت در آنجی ماخچالای کشور روسیان بازی کرده، این بازیکن بازیکن با تجربه است، چقدر تجربهش کمک کرد برای خودت؟ زیاد کمک کرد برام، زیاد یاد گرفتم از پیشش که پالویم در دفاع استک و بیرون میدانم که تش خوب رفیق هستم و زیاد یاد میتیم در میدانم طرفش سعی میکنم که چه قسم میکنم و زیاد از تنها شریف نی از کل بازیکنان زیاد یاد گرفتم و که تم زیاد خوب گپ میزنم که چه قسم کنم و که خوبتر شم. حالا مردم میخواین بیشتر بدانن با کدام بازیکن تیم ملی نجیم حیدری بیشتر دوست است و در تمرینات تیم ملی همیشه در کنارش می باشد؟ زیاد هم متاخیم عمران حیدری است، اما اگر مثلا اویز عزیزی را بگویم باید جبار شارزار را بگویم، اگر نور حسین را بگویم باید شریف را بگویم، شریف محمد، اگر فیصل را بگویم باید فرشاد و نور را بگویم، که کلشان خوب هستم. اما زیادتر که عمران، فیصل، نور و شریف مناسبات دارم زیاد بیرون میدانم. بسیار عالی. در مورد تیم ملی بگو، از دید خودت که یک مدافع یک سال میشه در تیم ملی حضور داری و آیستا آیستا جا پیدا کردی در تیم ملی و در ترکیب ثابت انوش دستگیر، چقدر فکر میکنی تیم ملی فوتبال افغانستان پتانسیل ای را داره که ما در مسابقات جام ملت‌های 2023 چین حضور داشته باشیم و بتانیم از این مرحله بگذریم؟ ما با او شک ندارم که بتانیم بریم در آسیا کپ 2023. ما کوالیتی ما زیاد است از چند سال پیش که ما هم دیدم در تلویزیون و هر دفعه زیادتر شده میره که خود ما پتانسیل ما زیاد است، ما میتونیم، ما شک ندارم که نریم، ما باید بریم و ما خواهد رفتیم در آسیا کپ 2023 بخیر. در بازی اخیر تیم ملی مصدوم شده بودی فکر کنم، و از کدام ناحیه و چند ماه مصدومیت سپری کردی خودت؟ بله، در اکتبر که تو عمان مصدوم شدم در آخرین دقیقه و یک ماه بعدش در نوفمبر مسابقه داشتیم، به او آماده شده بودم، اما پیش از اینکه پرواز ما باشه، یک روز پیش از اینکه پرواز ما باشه در تمرین ما باز مصدوم شدم، نتانستم در مسابقه
اشتراک کنم. چهار ماه پای موگار بود، نتانستم بازی کنم چهار ماه. بازی کردن در تاجیکستان چقدر خوشایند است در کنار افغانایی که اونجا حضور پیدا میکنند، حتی تاجیکا میند و افغانا رو تشویق میکنند. چقدر بازی در تاجیکستان برای خودت و سایر ملی پوشان خوشایند است؟ زیاد خوشایند است برام، بخاطر که افغانا رو میبینی که میای ما رو تشویق میکنه، ما رو مثل که پیشتر گفتم یک انرژی دیگه میده که دیگه هم خود خوبتر بازی کنیم، بهتر بازی کنیم براشان، که امتیاز خود بگیریم، سه امتیاز بگیریم و ببریم براشان. اما ما میخوایم با در آینده اگر خوبتر باشه که در افغانستان خودش که اگر بتانیم بازی کنیم که زیادتر افغان ها باشه و بازی کنیم در مملکت خود، بر ما یک امی یک چیز ماست، یک دریم ماست. اگر بازی باشه در افغانستان که ما دو سال قبل در 28 اسد روز استرداد استقلال افغانستان یک بازی دوستانه با فلسطین داشتیم که اون حیدری و آدم نجیم اولین خود انجام دادن، اگر بازی دوستانه در کابل باشه خودت حضور پیدا میکنی یا خیر؟ ما بله، ما همی یک چیز از در دلم که ما میخوایم یک وقت مملکت خود با مردم خود، مردم افغانا بازی کنم. ما 100% میخوایم اشتراک کنم. ما 100% میخوایم اشتراک کنم. چقدر فکر میکنی که تیم افغانا با بازیکنان جدید هم نیاز داره؟ حالا گفته میشه امیر محمد برادر شریف هم قرار است به تیم ملی اضافه شد، و فکر میکنی که این ترکیب تیم ملی، یعنی بازیکنایی که دعوت شده، ما نیاز داریم که در کنارش چند چهره جدید هم داشته باشیم؟ او با من نیست دیگه، او با مربی تیم است که خوش کنه که هر کوالیتی بهتر که باشه اما که خوبتر به تیم است دیگه، که کوالیتی بسیار بالا باشه اما ما رو خوش میشیم که بیایی که ما رو دیگام کمک کنی که برده بتایم دیگام. بسیار خوب، در اخیر از برنامه‌های جدیدت بگو، از تمریناتی که قرار است انجام بدی و با تیم دنبوش گفتی می‌خوای ادامه بدی و در تیم بزرگسالاش، یعنی دیگر از دید خودت فکر نمی‌کنی که دوباره پس به تیم 23 سال ای باشگاه روانت کنن؟ نه، فکر نخواهد کردم که در تیم 23 سال پس برام مرا روان کنه، بخاطر که اما مربی کتم خوب است، زیاد کانفیدنت ما را میتم، میبینه که ما چی در میدان چی کده میتم، که فوتبال ما دیده بسیار چیز سرم که ما میتانم، و او را ما باید دیگه برش نشان بتم که برش نشان بتم که ببریم. آیا قرارداد هم داری با ای تیم یا هنوز قرارداد امضا نشده؟ چون فکر کنم در 23 سالش بازی کردی و بازیکنهای زیر سن اول نمیگیرن قرارداد امضا نمیکنن. نه، در زیر 23 سال ما قرارداد نداشتیم. ما که 4 ماه اوگار بودم دیگه، آل باید خود در تیم اول باید خود نشان بدم که قرارداد بگیرم. کوالیتی لیگ دوی هالند چگونه است؟ چقدر فکر میکنی که یک بازیکن ملی پوش زمانی که در لیگ دو حضور می داشته باشه 100% آماده می باشه که حتی در جام ملت‌های آسیا حضور پیدا کنه؟ یعنی کوالیتی لیگ دوی هالند مطابقت میکنه با یک بازیکنی که در جام ملت‌های آسیا حضور داشته باشه؟ بله، من فکر میکنم که لیگ دو هالند هم خوب است، به خاطر که بازیکنهای هالند تمریناتش زیاد است و کوالیتیش هم در تمرین خوب است، و در جام آسیا هم ما میتونیم که بازی کنیم. بسیار زیاد سپاس نجیم حیدری، بازیکن تیم ملی فوتبال افغانستان، از هالند با ما. برای خودت آرزوی موفقیت بیشمار میکنم. تشکر.
تشکر. و حالا چند خبر کوتاه ورزشی. از 23 جون به عنوان روز جهانی همبستگی ورزشکاران المپیکی در کابل بزرگداشت شد. ورزشکاران با راه‌اندازی رقابت‌های ورزشی از این روز تجلیل کردند. روز جهانی المپیک به تمام ورزشکارای جهان تبریک میگم. دوزارم تا به مسابقات بیرون مرزی اشتراک کرده بتانم و دستاورد بتانم آورده به کشور خود. از 23 جون همساله به عنوان روز جهانی المپیک در سراسر دنیا با شعارهای گوناگون بزرگداشت می شود. برای نخستین بار در سال 1948 روز جهانی المپیک مسمی شد. پرونده هفته 30 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس با پیروزی پرگل منچستر سیتی برابر برنلی بسته شد. آبی‌های لندن در این دیدار موفق شدند با نتیجه 5-0 مهمانشان برنلی را شکست بدهند. یوونتوس در هفته 27 سری آی ایتالیا و در نخستین بازی پس از بحران ویروس کرونا از صدر بولونیا گذشت و جایگاهش در صدر جدول را تثبیت کرد. در این دیدار یوونتوس با گل‌های کریستیانو رونالدو و دیبالا در خانه بولونیا با پیروزی 2-0 دست یافت تا با یک بازی بیشتر نسبت به لاتزیو فاصله‌شان در صدر جدول را به 4 امتیاز افزایش بدهند. پایان برنامه ورزش. ممنون از اینکه با ما بودید.